پس از این طالبان دیگر گزینه خوب برای گفتگوهای صلح نیست و این گفتگوها باید برای بدست آوردن نتیجه با پاکستان صورت گیرد سالها تلاش قربانی و مصرف پول حالا حکومت افغانستان و رئیس جمهور کرزی را به این عقیده رسانیده است که گفتگو با طالبان بی نتیجه است چون طالبان یا حضور ندارند و یا هم اختیار از خود برای گفتگو و عمل ندارند راهی که آلا روی آن حساب می شود گفتگوی مستقیم با پاکستان است اما این راه چقدر پرنتیجه خواهد بود چرا ما آلا به این نتیجه رسیده ایم که پاکستان تنها گزینه حل مشکل در افغانستان است چرا سالهای زیاد را روی یک روند بینتیجه صرف کردیم چه کس و چه کسان پاسخگو و مسئول این روند ناکام و بینتیجه در پیشگاه مردم افغانستان است و بالاخره راهکار آینده افغانستان باید به چه اصول و پایه های استوار باشد تا دوباره دنبال راه بیمقصد روان نشویم در برنامه امشب کنکاش با حضور مهمانانم بانو فاطمه عزیز عضو مجلس نمایندگان بانو شاگل روزایی، عضو مجلس نمایندگان و آقای فضل رحمان اوریا آگاه مسائل سیاسی برای پاسخ یافتن به این پرسش ها تلاش قایم کرد با کنکاش امشب خوش آمد من میروی ساری هستم سپاسگزار مهمانان عزیز این که دعوت ما را به خاطر حضوریابی در این برنامه پذیرفتین آقای اوریا اجازه بدین که من از شما پرسش خود را آغاز بکنم چرا حکومت افغانستان پس از سالها برای تلاش گفتگو با مخالفین مسلح دولت به خاطر آوردن صلح در افغانستان به این نتیجه رسید که دیگر طالبان گزینه خوب نمیتونه باشه چون رئیس جمهور کرزی هم شما شب قبل دیدین که در گفتگوی با تلویزیون نور که تلویزیون بستگان آقای استاد برهان الدین ربانی هست در این گفتگو گفت که طالبان دیگر نمیتونه که گزینه خوب به خاطر گفتگوها باشه ما فکر میکنیم در طول قریبن 1 سال کې از کار شورای عالی صلح میگذره او مدته 2 الی 3 سال از کله جناب کرځای شورای صلح او اشتی با طالبان میته او حال یەک بار 360 درجه یا 90 درجه داور میخوره او میگه کینه ای گزینه غلط بوده در این 2 3 سال صدها میلیون دلار مصرف شوه هزاران انسان افغان و غیر افغان زندگی شیرین خو از دست داده و هستی‌های مادی و معنوی افغان‌ها و غیر افغان‌ها بر شغل‌های آتش بخاکس تر تبدیل شده مسئولیت ی دی ازی مستقیما به دوش دولت کنونی هست کی باید پالیسی غلطی دو سه سال مردمو افغانستانه و جامعه جهانی را مسروب نگاه کردند وحال جراب کرزه و حکومتش به وضیه ازی کی اشتباه خود جبیر بکنه اشتباه سه سال گذشته خوده اشتباه دیگر را تکرار میکنه که این اشتباه خطرناکتر از اشتباه قبلیش است و این اشتباه خونبارتر از اشتباه قبلیش است مردم باید خون بتا و اینا به در قصرها زندگی بکنه و قدرت باید داشته باشه آقای اوریا شما زفره که در راهکار چند سال گذشته که همانا گفتگو با مخالفین مسئله دولت یا طالبان بود زفره داری در چی میبینین که بالاخره به با این نتیجه را از جمهور کرزی و حکومت افغانستان رسید که ای یک گزینه خوبی نیست و این راه بی‌نتیجه است در طول سه سال و به خصوص یک سال گذشته اصلا دولت ارزو و لقمندی نداشتن که با طالبان مذاکره و مصالحه بکنه و یا در جهت آشتی ملی گام برداره خب، اما ایجاد دولت... شورای عالی سال و این تلاش هایی که همواره سوی حکومت افغانستان میشد دعوت هایی که از سوی فکر میکنن علاقمندی حکومت شورای عالی سال فقط پروسه ادغام مجدد تعقیب میکرد و به خاطر عملی کردنش کار میکرد و سرمی پروسا جامعه جهانی صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بوده همین جا بود که دولت نه مکانیزم داشت نه داشت نه مدیریت داشت نه برنامه داشت و این یک سیاست ناکام بوده و حال که میخوای با پاکستان مذاکره بکنه تقریبا ده سال است با پاکستان مذاکره داره با وها و اشکال مختلف حال از جانب دولت کی اپروسي بغرانجه مديريت خاط كرد يا شي كسان اپروسي بغرانج غو پيشيده را مديريت خاط كرد ك طبيعتا دولت نميتواني چنين اپراد او اشخاص را عرضه وکنه ك اپروسي نههات پیچيده او بغرانج ډيپلوماټیک او غير ډيپلوماټیک مديريت وکنه مشكل دوم دولت دولت با شي ميكانيزم ميتواني اپروسه را پيشو بره کنه ميتواني يک ميكانيزمي خوي را ايجاد وکنه وا دولت در کوم سطوح از منافی ملی خطوت قرمز او خطوت سرخه میکشه و بر پاکستان اجازه نميته که ازو خطوت قرمز او سرخ به بگذره که دولت ای توالم دینه نظر ات د خطوت قرمز از سوی پاکستانی ها بشتر تعریف خاط شود و یا همسوی حکومت افغانستان خلاص میبینیم ام. که در اینجا دست بالا را پاکستانی ها داره ای پاکستانی ها بوده که مبارزه به خاطر افغان در برابر افغانستان و جامعه جهانی بخاطر آوردن صلح در افغانستان خطوت قرمز تعریف کرده همیش پاکستانی ها از خطوت سرخ کی بر افغان ها ارزش داشتن ازو گذشته و اونارا شکستانده وحال دولت کنونی با هیچ شکل در اطراف منافع ملی افغانستان و اطراف منافع متحدین استراتیژیکش در برابر پاکستان خطوت سرخ کشیده نمیتونه این یک مشکلش است مشکل دیگهش پاکستان با کدام میارهای ملی بین المللی و منطقوی وادار ساخته میتونه که با این دولت همکاری صادقانه داشته باشد چه تزمیر ملی به ملی به سطح منطقوی و به جهانی وجود داره که من... پاکستان در این جهت گام صادقانه بر داره و در بخش های بعدی صحبت هایمان من به این گفته ها برخواهیم گشت و این موارد را از شما خواهم پرسید اجازه بدین من از بانو شاگل رضایی بپرسم بانو رضایی آقای اوریا هم اشاره کردن که اگر امروز گزینه ما پاکستان باشه ده سال است که با پاکستان ما گفتگو کردیم و از این هم نتیجه نگرفتیم حالا فکر میکنین که در این روزها که دوباره صحبت عظیم این میشه و رئیس جمهور کرزی هم ایره میگه که ما باید با پاکستان گفتگو بکنیم مشاوری امنیتی ملی هم ایره میگه فکر میکنین که گزینه خوبی هست حالا که پاکستان هم چه آقای اوریا گفتن که ده سال ما گزینه هم کار کردیم حالا فکر میکنین پاکستان گزینه خوبی است بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت تمامی بیننده های محترم و دوستان حاضر در بحث فعلی ما میخوایم اول ابراز خوشبینی بکنم از اینکه دولت افغانستان با صراحت بسیار جدی و همچنین جامعه جهانی خصوصا مایک ما مولن با یک الفاظ بسیار جدی بیان کردن که ریشه های تروریسم و دهشت افغانی را در افغانستان نباید در خاک افغانستان بلکه در پاکستان باید به جستجو گرفت اینکه دولت افغانستان با یک زبان بسیار رسا میگه که

اما به بحث مذاکره با پاکستان من به این باور هستم که با حالتی که دولت افغانستان داره با عدم تعریف شدن مکانیزم های روشن با عدم موجودیت یک استراتژی بسیار مشخص با عدم تعریف بسیار مشخص مثل کوریا صاحب گفتن از خطوط سرخی که باید دولت افغانستان تا او سر حد پیش نره با عدم در نظر داشتی مسائل و در صورت نبود یک نظارت قوی به خاطر الزام آور بودن فیصله ها و گپ هایی که در مذاکرات گفته میشه بنا دولت افغانستان هیچ دستاورد نخواهد داشت ما می بسیار صریح بگیم شاید به خاطر داشته باشین در همین میز در تلویزیون تولونیس ما یک وقت واضحا گفتم تا وقتی که طرف مذاکره مشخص نباشه تا وقتی که مکانیزم های مشخص وجود نداشته باشه تا وقتی که خطوط اساسی که به اساس زو مذاکره و مفاهمه صورت نگیره تا وقتی که مسائل مشخص نباشه هیچگاه صلح نتیجه بخش نخواهد بود و ما شاهد ازی بودیم ای... اما در رابطه با پاکستان بل. اول دولت افغانستان سوالهای بسیار جدی ره به عنوان یک دولت باید پاسخ بته با کدام راهکار میخویه وارد مذاکره شوهی ترف مذاکره واقا تنها پاکستانه آیا الزامیت فیصله ها که به اساس یک مذاکره صورت میگیره واقعا میتانه نتیجه بخش باشه ما باور شخصیم نسبت به برخوردهای غیرصادقانه در جریان چند سال گذشته پاکستان شاید ازی بودیم که از طرف پاکستان صورت گرفته هیچ گونه خوشبینی در مذاکره دو طرفه میان پاکستان و افغانستان دیدن نمیشه خب این برخورد های غیر صادقانه دلیلش به نظر شما چی هست خب اگر پاکستان منافع در افغانستان داره و این منافع هم تعریف شده هست چگونه میشه که این منافع را برآورده کرد آیا این منافع را میتونیم که ما برآورده بسازیم یا خیر اگر دلیل غیر صادقانه بازی کردن پاکستان همین است پاکستان دلایل مختلف داره که با یک بازی دوگانه و غیر صادقانه هم در قبال جامعه جهانی و هم در قبال افغانستان با بازی پرداخته یکی از یکی از مثال‌های بسیار کوچک ناامنی در افغانستان باعث ازی شده که پاکستان از جامعه جهانی میلیاردها دلار باج و امتیاز بگیره در صورت امن شدن افغانستان و حل شدن مشکلی به نام مشکل, مشکل تروریسم در افغانستان دیگه کشور حاضر نخواهد شد که باج را به با پاکستان بپردازه بنا پاکستان به اساس یک تعریفی که از منافع خود داره میخواد مردم افغانستان به قربانی گرفته اما در بهای ازی بهای خون مردم افغانستان را پاکستان از جامعه جهانی پول دریافت وکنه وای پول را در قسمت توانمن ساختن ارتش اردو او ایس ای به کار ووبره یک بخش کوي اما در ارتباط به دولت افغانستان دولت افغانستان مشاهده چیزی بودی که یک جرگه امن منطقه ای میان افغانستان پاکستان دائر شد در تداوم جرگه امن منطقه ای یک تحت عنوان جرگای تعداد افراد مشخص از طرف افغانستان او تعداد افراد مشخص از پاکستان دهی جرقای حضور یافتن ولی مشهود از بودیم که دولت افغانست... دولت پاکستان پاکستان هم با جامعه جهانی و هم با دولت افغانستان بازی دوگانه انجام داد و هیچ یکی از مذاکرات و خوشبینی هایی که از آدرس دولت افغانستان خوشبینی هایی که از آدرس دولت افغانستان ارائه میشد شد به هیچ کدام پاسخ صادقانه داده نشد یک بار شما شاهد این بودین که مقامات بلندپایه پاکستان یک سفر داشتن به افغانستان و در اونجا توسط مطبوعات گفته شد که گویا این بار پاکستان و افغانستان با یک روی کرده متفاوت از گذشته بحث داشته بوده مشاهد روی کرد متفاوت بحثی با روی کرد متفاوت بودیم که بعد از چندی حملات انتحاری شدت گرفت از مردم افغانستان قربانی های بیشتر گرفت اشاره شما به سفر یوسف رضا گیلانی هست که در اونجا در مطبوعات شایع شد که در اینجا پاکستانی ها خواسته های خودشان را به صورت کتبی و شفاف این بار به با افغانستان داده ولی سپاسگزارم از شما بانو نورزایی بانو عزیز در بحث ما اشاره شد که طرف افغانستان با یک گونی در برابر پاکستان توانمندی هایی را نداره که بتانه با پاکستان در این چانه زنی بتانه به گونه موثر واقع شوه شما چه فکر میکنین که در این صورت راهی را که ما در پیش رو داریم به خاطر آغاز کردن این گفتگو و مذاکره و چانه با پاکستان چی هست و چی میتونیم که وارد این معرکه شویم بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام خدمت و بیننده های محترم ما فکر می کنم که واژه زیبای صلح اصلا صلح نیاز مبرم مردم افغانستان است و یک مردمی که دنیا شاهد است که سی سال در جنگ سپری کردن و به هزارا فرد ای سرزمین قربانی سیاست های ناکام و قربانی جنگ های تعمیلی شدن در افغانستان و هر زمانی که صدای به خاطر آوردن صلح در افغانستان از هر نقطه دنیا بلند میشه مردم افغانستان با ي دنا امدوار منتظر مباش ه بالاخرها صدا صلح به جا مانجامه ول متسفانه ها. ساستها ناام در مجموع حومتها در افغانستان موجودبوده بخاطر اردن صلح تلاشرد ه امدوار مردمه به سو ناامدتبدلر از زمان آغاز روند پروسه صلح در افغانستان یعنی از همان آغاز ایجاد جرگه امن منطقه جرگ ایجاد جرگه یا برگزاریش در پاکستان جرگه صلح در افغانستان و بالاخره ایجاد شورای عالی صلح در افغانستان که به میلیون ها شاید پول های انگفتی در این راستا و مصرف رسیده ولی هیچ گونه دستاورد در افغانستان نداشته که بتونه مردم افغانستان به خاطر آمدن یک صلح در افغانستان امیدوار بسازه ما فکر میکنم که حال دیگه با وجود ازی که ما فکر میکنم دیر شده که یک استراتژی مشخص داری راستا ساخته شد ولی خوب است یک گامی که به خاطر آوردن سال به خاطر خیر مردم افغانستان هر زمان که برداشته شد ما از استقبال میکنیم ولی او در, در در حکومت افغانستان حالا برداشته و یعنی رئیس جمهور کرزی هم به گونه واضح گفت که پس از این گفتگو با طالبان و مذاکره با طالبان بی نتیجه هست. طالبان یا حضور ندارن و هم اختیار عمل کرده از خود ندارند و باید با پاکستان گفتگو شود فکر میکنین این گام موثر هست خب ما فکر میکنم که ما از ما آغاز کمی پروسه شروع شد یعنی ما گفتیم که امیر راهی که تو میروی به ترکستان است بالاخره این راهی نیست که به صلح به انجامه چون طرف مذاکره معلوم نیست طرف مصالحه معلوم نبود و هغه مي گوته ميشد چې به مخالفين مسله دولت مذاکره صورت بگیره او مثلی زي بود چې يک تیر در تاريكي انداخته ميشوي اي طرف مذاکره وا اصلا تعريف مشخص از دشمن افغانستان بر مردم افغانستان وازي نشده بود و ما فکر مي کومه ك عالم سره وخت است به صورت زي كه تمام كشورهاي منطقه به خاطر اوردن صلح در افغانستان صادقانه گومبردان و در قبال عمل كردويشان كه اي واقعا ميخوان در افغانستان صلح برقرار شوه صادق باشن ما فکر میکنیم که حکومت پاکستان در طی سالهای گذشته یعنی در تاریخی که با افغانستان همسایگی داره هیچ گاه در برابر آوردن صلح در افغانستان صادق نبوده در قبال گفته هایش در برابر افغانستان صادق نبوده همیشه شما دیدین که حرف یک چیز گفته شده و عمل دیگه چیز شده شما دیدین که دو باره که صدر اعظم پاکستان به افغانستان آمدن ولی از طرف راکت هایی را که به کنر پرتاب کردند از یک طرف حکومت افغانستان است که با پاکستان برادر و دوست و کس خطاب میکنه که او میتونه که در آوردن سال بر افغانستان نقش مثبت ایفا بکنه ولی متاسفانه شما میبینین که راکت های پرتاب میشه تشکر. که به هزارها افغانه از جایش به جای میسازه و آمدین در قبال ازی که چگونه ما میتونیم که با پاکستان به خاطر آوردن سال یک مذاکرات انجام داده شود که او موفق باشه من فکر میکنم فقط جامعه جهانی میتونه در اینجا نقش مثبت ایفا بکنه چون قسم که کمکار عزیز ما اشاره کردن به میلیون ها میلیون پول که پاکستان به خاطر ناامن بودن در افغانستان از جامعه جهانی باج میگیره زمانی میتونه که در افغانستان به خاطر سال به خاطر مبارزه با تروریسم صادقانه گام برداره او زمانی که جامعه جهانی بلای پاکستان فشار وارد وکونه و موږ پلهای یانغفتره دیگر در اختیارشان قرار نه تا و قسمه چې شما دیدین د ای اواخر هم روابط پاکستان و امریکا تیره شده و ما فکر میکنم که اگر به می شکل جدی گرفته شوه میتونه که یی پیامدهای خوبی را درقبال اوردن صلح در افغانستان داشته باشد سپاس ګزارم اقای اوریوب بونرزایی در صحبتایشان اشاره کردند که پاکستانی ها منفعتشان در ای بوده که ناامنی در افغانستان تداوم بیافت و از تداوم ناامنی ها در افغانستان پاکستانی ها از جامعه جهانی به خاطر جنگ و مبارزه با تروریسم باج می گیرن. اگر این طور باشه آیا پاکستان حاضر به این خواهد شد که در افغانستان صلح بیا واقعا نه نخیر هیچ وقت چند مشکل وجود داره پاکستان از افغانستان سه هدف یا سه خواست یا سه ارزوی اساسی دارد هر ګایی خواسته او ارزوهاش برآورده شوه درو صورت همکاري میکنه و ما فکر میکنیم ای خواسته او ارزوهای ازیره نه تنه دولت افغانستان بلکه هیڅ افغان برآورده карда کب... نمیتونه او قبول هم کرده نمیتونه کی او در مجموعه عبارت از عمق استراتیجیک پاکستان در افغانستان است مشکل دیګی کی وجود داره پاکستان دولت پاکستان سخنگوی طالبان نيست دولت پاکستان نمائنده طالبان هیڅ وخت حاضر نشه په حیثیت سخنګوي او نموعنده هر ځره رواله په حیثیت خی... تسهیل کننده ګام بر خواهد داشت خو اما زمونه کې تسهیل کننده ګام بر ودار در حقیقت او یوک بازی سیاسی پیچیده را با یک مدیریت قوی برامیندازه کې دولت کابل مجبور به عقب نشینی میکنه همین جا هست به وضیه چې دولت د دستور دی مثبت وشته باشه بجای دستاورد مثبت دستاور منفی خواهد خب داشت یعنی فکر میکنین که تأثیر گذاری پاکستان روی طالبان هست اما پاکستانی ها به خاطر بازی سیاسیشان میخواین با در پرده تحصیل کنند وارد این معرکه شدن نهایت معین داره امروز تمام کشورهایی که زد امریکاست تمام سازمان هایی که زد امریکاست اونا در دپاز طالب قرار گرفته به نحوی از انها با طالب ارتباط داره و طالب هر لحظه میتونه پاکستان را تعویز بکنه به یک کشور دیگه تکیه بکنه رول تاثیرگذاری پاکستان نسبی هست و کاملا رول تحصیل کننده را بازی خواهد خب، کرد و طالبان شما چه فکر چی فکر میکنین که چی گزینه میتونه که پس از پاکستان اگر پاکستان را از دست بتن چی گزینه مطرح باشه حالا میبینیم که شورشیان طالب چنان چی که مطرح میشه در خاک پاکستان پناهگاه دارن از اونجا فعالیت میکنن سازمان استخباراتی پاکستان یا آیسای در انجام عملیات هایشان اینا را کمک و راهنمایی میکنن آنچه را که از سوی مقامات غربی و افغانستان مطرح میشه در این صورت چنین گزینی دیگه کجا بانه. هست برای دو گزینه اساسی وجود داره پاکستان هیچ وقت دوست صادق بردم افغانستان نبوده و به هیچ شکل در آینده هم نخواهد شد دشمن بوده دشمن باقی بمونه و استفاده سو کرده و در آینده هم استفاده سو خواهد کرد یک گزینه به سطح ملی هست نخست از همه در دولت باید قانون حاکم شود و یک نظام سوال من اینجا بود که اگر پاکستان اگر طالبان به همو موضوعاتی را که ذکر کردم که در پاکستان دارن و همو امکانات و تحصیلات را که دارن اگر پاکستان را از دست بدن کدام کشور دیگه با این امکانات و با این تسهیلات بر طالبان میتونه گزینه باشه بله خیلی کشورهای زیادی وجود داره ده ها کشوری وجود داره ده ساز مثلا ایران هست مثلا کوریا هست مثلا پاکستان فکر میکنه که تسهیلات برای طالبان فراهم بکنه و این گزینه ها را در اختیار شما فکر قدر که با قدرت عمل کرده بتونه پاکستان از لحاظ مادی آنقدر توانمندی نداره که طالبان را از لحاظ مادی تمویل بکنه این کشورهای دیگری و سازمان های دیگری است که هم طالبان را تمویل میکنه و هم اعظمی تمویل پاکستانی ها منفعت میبره مگر که چی گزینه دیگه وجود داره با اینکه گزینه پاکستان یا گزینه ناکام هست دو گزینه دیگه وجود داره بلد. یکی به ملی هست و دیگه هم به جهانی هست پیش ازی که شما روی او صحبتتان باز بکنین ما میخوایم ای را بپرسم که یکی از موضوعات مهمه که امروز طالبان و گروه های شورشی داره از او استفاده میکنه از خاک پاکستان استفاده میکنه در مناطق قبایل آزاد او موضوع سربازگیری است و فعالیت آزادانیشان هست که چنین چیزی در هیچ کشور دیگه نمیتونه بر طالبا فراهم باشه از لحاظ خوب اشتراکات اتنیکی و نژادی و زبانی و قومی و همچنان مسائل دیگی که در اینجا مطرح است چطور ایران میتونه که در اینجا یک گزینه خوب بر طالبا باشه ببینید بنابر کدام دلیل شما میگین بله ببینید امیال پاکستان سر طالبا تا جایی که نفوذ داره نوع تجارت میکنه و از تا جایی که سر طالبات تسلط داره از او به خاطر تحقق اهدافش استفاده میکنه و در زیر چتر نام طالب و به نام طالب تحت نام طالب استخبارات پاکستان اهداف خود را دنبال میکنه مکاتب میسوزانه شبخانه را میسوزانه شخصیت های ملی را ترور میکنه رهبران را ترور میکنه در حالی که طالب اصلا شاید خبری نداشته باشه امیالی در کشورهای دیگه مثل سوریا مثل ایران پایگاه های طالبان ها وجود داره و اونجا فعال هستن کار می‌کنه، و از اونجا عملیات خود رهبری میکنه و میشه به کشورهای دیگه وسعت پیدا بکنه خب اما در صورتی که در او کشورهای پایگاه هایشان در اونجا بیشتر تقویت شود از پاکستان پرس کنیم برچیده شود فکر میکنین که گستردگی عملیاتشان و گستردگی عملکردشان آنگونی که امروز در افغانستان مطرح است آنگونه مطرح باشه پاکستان هیچ وقت

و پاکستان میخوای این بازی را استمرار بتا و ادامه بتا تا زمانی که اونمو اهداف که ما خدمت شما عرض کردیم که عمق استراتژیک است با او برسه سپاسگزارم آقای اوریا بانو رزایی آقای اوریا اشاره کردند که چیزی را که پاکستان از افغانستان میخواد هم عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان هست به خاطر مسائل رقابتش با هندوستان و همچنان رقابت‌های منطقه‌ای که داره کی آقای اوریا اشاره کردند که این خواست پاکستان را نه حکومت افغانستان و نه مردمی افغانستان و هیچ افغان نمیتونه برآورده بکنه در صورتی که تنها خواست پاکستان همی باشه تکلیف ما تکلیف افغانستان چه خواهد شد چگونه با پاکستان میتونیم پیش آمد بکنیم در این صورت من تایید یک قسمتی گپاره که واقعا پاکستان اهداف کلانتر از ایدره اصلا اگر ایجاد و تشکل طالبا را مورد ارزیابی قرار بگیره و نقش پاکستان در تشکل طالبا و بعد پیامدهای دیگه که از تشکل طالبا به وجود آمد کلا بیانگر یکی پاکستان تحت عناوین مختلف میخواه اهداف متفاوت را پیش ببره یکی از اهداف ایه که گویا میخواه افغانستان یک حکومت یا یک دولت باشه که تحت الحمایه پاکستان قرار داشته باشه به با یک شکل یک بخش از پاکستان تشکیل بده بنا این اهداف عمده پاکستان به دلیل که طالبان یک وسیله شده در اختیار پاکستان تا توسط زیر سر دولت افغانستان فشار بیاره اما چیزی را که افغانستان میتونه ما فکر اول دوران این رسیده با تجارب ناکامی که دولت افغانستان در رابطه با بحث مذاکره با طالبا در رابطه با مسائل دیگری از قبیل تامین صلح در افغانستان و در رابطه با سیاست ازرگویانه نسبت به پاکستان داشته بوده حالا نوبت از این رسیده که افغانستان با یک دیپلماسی بسیار فعال دور از سیاست روزمرگی با یک استراتژی بسیار دقیق و با یک تعریف بسیار روشن و با تعیین اهدافی که باید به اساس از, از این مکانیزم به اهداف یعنی بر عذر زاری نباشد ای برخورد و ای دیپلماسی را که شما از اون نام میبرین بله ما میخواهیم اول مبتنی بر عذر زاری نباشه به خاطر از اینکه دولت افغانستان سیاست عذر و زاری و سیاست خوشبینانه در قبال پاکستان در جریان 10 سال گذشته حداقل در 10 سال گذشته به خوبی تجربه کرده و تجربه و نتیجه از تجارب قربانی گرفتن مردم افغانستان بوده این یک اما ما میخواهیم چی بگیم به خاطر از اینکه اسناد کافی وجود داشته جریان ماهای در جریان های گذشته حداقل خیلی دیر نگذشته از اینکه اسامه بن لادن در خاک پاکستان در نزدیک اسلام آباد کشته شد دیر نگذشته از اینکه مطبوعات افغانستان شاهد حضور مستقیمی برخی از کسانی بود که در خاک پاکستان آموزش داده شده و حتی شهروندای پاکستانی در بعض از حملات انتحاری به این اساس دولت افغانستان با تعریف یک استراتژی بسیار روشن و بدور از سیاست روزبرگی با یک تعریف بسیار دقیق و با یک میکانیزم های بسیار دقیق و با یک دیپلماسی فعال باید وارد شود و با حضور داشت جامعه جهانی اگر قرار مذاکره باید صورت بگیرد مذاکره دوطرفه میان افغانستان و پاکستان از امروز ما میخوایم بگویم که هیچ نتیجه در بر نخواهد داشت غیر از اینکه افغانستان وادار شود به خورد شدن غیر از اینکه افغانستان وادار شود به اینکه یک سیاست غیر صادقانه در برابر زو پشپورده شود بناهن دولت افغانستان با تعریف تمام مسائل با ارائه یک استراتژی بسیار مشخص و روشن با جامعه جهانی مذاکره بکنه و اگر قرار است و اگر قرار باشه به با اینکه دولت افغانستان به این نتیجه برسد که با دولت پاکستان مذاکره کنه این مذاکره هیچگاه در فضای آری از ناظرین بین المللی باید نباشه این ناظرین بین المللی به نظر شما ها باشند؟ کشورهای مشخص میتونه در اینجا نقش داشته باشه و مطرح باشه یا کی؟ من نمیخوایم سر کشورها تاکید کنم بلکه سازمان ملل به عنوان در تمام کشورها باید ناظر جدی بر قضایه باشه که میان افغانستان و پاکستان میگذره به خاطر چی؟ من شخصا به عنوان شهروند افغانستان اما فکر و با عنوان عضو با... ملل متحد از آنچه که در جریان چندین سال میان افغانستان و پاکستان گذشته و به در ده سال اخیر که بحث مبارزه با تروریسم و شورشگری در منطقه مطرح است از این چیزا آگاهی دارند خب آگاهی میتونه داشته باشه اما در این مدتی که آگاهی داشتن چرا مثلا اینا عکس عمل جدی در برابر پاکستان و واکنش جدی و تند نداشتند من فکر با وجود که هیچگاه سکوت جامعه جهانی در قبال حتی راکت پرانی هایی که توسط پاکستان صورت میگیره در مرزهای افغانستان در قبال زورگویی هایی که در ولایت های کنر و جلال توسط پاکستان ها بر خاک افغانستان صورت میگیره سکوت جامعه جهانی به هیچ عنوان نمیتونه توجیه پذیر باشد مداخلات ده ساله مشکلات ده ساله ای که کشورهای مثل ایران و پاکستان در رابطه با افغانستان داشته بوده سکوت جامعه جهانی هیچگاه توجیه نمیتونه داشته باشه اما یک سوال دیگه در کنار زی وجود داره که ایا دولت افغانستان در جریان 10 سال گذشته خواسته که په یک دیپلماتۍ بسیار فعال ورید شوه او سازمان ملل را به عنوان یک نهادی که باید دې مسایل دغه شوالدوشته باشه چې نن صداي آزاد راځي دولت افغانستان مطرح شوه ای هم یک سوال بسیار جدیه ما نه خایم به سره درسم چی مسایل کلانتر از دې میتونه با راکټ پرانیهای کی با حملات موشکي کی در مرزههای افغانستان صورت گرفت املا تمامیت ارضی افغانستان زیر سوال قرار گرفت آیا وقت از این نرسیده که افغانستان با یک دیپلماسی فعال با جامعه جهانی حرف بزنه؟ ما شما بانو شاگل رضایی ما پس از میان برنامه کوتاه و این بحث ادامه خواهیم داد. باز هم خوش آمدین. بانو عزیز، حالا که رئیس جمهور کرزی به این نتیجه رسید که بالاخره تلاش هایی را که اونا کردن، پولی را که در ایران مصرف شد، و قربانی که در رای گفتگو با طالبان داده شد همه ایش بی نتیجه بوده حالا رئیس جمهور کرزی باید در پیشگاه مردم افغانستان چه باید بکنه؟ خب اما فکر می کنم که واقعا در شرایطی که مردم افغانستان در این فقر و بیچارگی که به سر می و ما شاهد هستیم که پول بسیار زیادی در برگزاری جرگه ها به خاطر آوردن روند سال و یک دا 20 نفر که هر روز میان تسلیم میشن و یک مقدار پول پول میگیرن و باز میرن و پس دوباره میان در این راستا به مصرف میرسه من فکر می کنم که در مجموع خود شخص رئیس جمهور و تمام کسانی که برنامه ریزی کرده بودن برنامه را برنامه ریزی کرده بودن همین پروسه ها و روند های ناکامی را که در طی چندین سال گذشته واقعاً هیچ نوع دستاوردی برای مردم افغانستان به خاطر آوردن صلح در افغانستان نداشتن اینا باید جوابگو باشند نه تنها پولهای مصرف شده را قربانی که ما دادیم ده چند سال شما دیدین که به صدها هزارها فرد از این وطن چی اردوی ملی چی پلیس ملی و چی افراد غیر نظامی از اطفال و زنان و مردم بیگناه و حتی ده خانه هایشان مردم قربانی از این روند شدند و ما فکر میکنم که تک تک از اینا در برابر تک تک مردم افغانستان باید جوابگو باشند و گام هایی را بردارن که در آینده بتانن واقعا به خاطر صلح در افغانستان مثبت و معصر واقع شود و ما بل... فکر نمیکنم که امروز هم اینا در مذاکراتی را که با پاکستان دلشان از پیش, پیش بگیرن باز بتانن یک دستاورد مثبت داشته باشند. آیا فکر میکنین شما می در چند سال که تلاش های حکومت افغانستان به خاطر گفتگو و صلح با طالبان جریان داشت و راه را که حکومت افغانستان برگزیده بود و رئیس جمهور را دنبال میکرد از طرف کارشناسان از طرف نماینده های مردم و از طرف همگی این راه انتقاد میشد و گفته می شد که راه درستی نیست و راه موثر نخواهد بود اما دیدیم که به گونی از سوی حکومت افغانستان به این صداها پاسخ مثبت داده نشد و توجه نشد حالا که بحث تغییر راه و تغییر جهت مطرح می شد این بار فکر می که حکومت افغانستان به صداهای مردم و صداهای همگی باید توجه داشته باشه و توجه خوات داشت که همه هم چیزی را که مردم میخوان و همو چیزی را که نظر مردم هستوره باید دنبال بکنه خب متاسفانه دولت افغانستان یعنی مشخصا حکومت افغانستان با فاصله‌ای که بین مردم و حکومت ایجاد شده متاسفانه تا انز از خواست مردم خود هیچ گاهی ده نظر نگرفته در گذشته مگه مردم کارشناسا تمام مردم اگر صدا بلند کردن که این راه راه غلط است و دستاورد نداره هیچگاه حکومت افغانستان توجه نکرد وما فکر نه کوم که بعد از دې هم درې مدته زمانه کوټه کې از شاید 3 4 ساله کې از از دوران حکومت اقای کرزای باقی مونده ما من فکر نه میکنوم که فاصله های بسیار زیاده کې بین ملت و حکومت ایجاد شده بتونه که او فاصله ها پس از بین بره و بتونه که یک بله. یک فضا ی به وجود بیه که د او فضا مردم افغانستان خاصه خو بل اگر از موضوعات دیګی ريستر و یا هم بزرگتر دیګی بګزریم در مورد پاکستان و آن چې را کې در واکنش افغانستان در برابر کسانی که در داخل افغانستان مداخله میکنن و در امور داخلی افغانستان مداخله میکنن در اینجا ما میبینیم که صداهای تمام مردم و گروه های سیاسی و احزاب و نماینده های مردم همگی یکی است و همگی خواهان یک،, پالیسی و یک سیاست شفاف و تعریف شده و منظم هستند اگر تلاش شود سوی حکومت افغانستان فکر نمی که یک مقطه خوب باشه که اجماع فکری در داخل افغانستان به وجود بیاید و ما تعریف سیاست خارجی را به گونه شفاف و منظم تعریف بکنیم خب ما فکر میکنم که اگر دولت افغانستان واقعا با یک سیاست منظم و تعریف شده گام برداره یعنی اشتباهاتی را که در گذشته داشته فرصت های طلایی را که به خاطر آوردن صلح در افغانستان به خاطر بازسازی افغانستان به خاطر داشتن یک نظام قوی در افغانستان حکومت افغانستان در تای سالهای گذشته از دست داده خوب است که آل هم سر وقت است اگر با یک بازنگری با یک طرح و برنامه های جدید با باز کردن یک صفحه جدید در تاریخ افغانستان میشه که از هر دقه استفاده شود از هر لحظه که زمینه مساعد میشه به خاطر یعنی یک گام مثبت به خاطر آرامش و آسایش مردم افغانستان برداشته شد ما فکر میکنم نا وقت نیست و هنوز هم وقت است میتونه حکومت افغانستان که باز هم فرصت ها را غنیمت بشمره و از فرصت دست داده به خاطر هم آوردن سال و هم نتایج مثبت دیگه در افغانستان پیش بره سپاسگزارم آقای اوریا حالا ما دو چهار به یک تیرگی روابط میان پاکستان و امریکا هم هستیم در آخر ما که مقامات نظامی ایالات متحده ای آمریکا از پاکستان به خاطر داشتن رابطه با شبکه حقانی و حمایت شبکه حقانی انتقاد می کنند و این انتقاد ها خیلی بیسابقه و سریح بوده حالا که روابط افغانستان و پاکستان هم دچار تیرگی هست و روابط امریکا با پاکستان هم دچار تیرگی هست از این وضعیت ایا ما میتونیم که استفاده وکونیم به منفیت افغانستان و چگونه باید استفاده وکونیم بله میشه استفاده شه مګر در صورتی که در افغانستان یک دولت مدبر و سالم وجود داشته باشه و در شرایط کونی فشار خوبی از جانب ایالات متحده امریکا و جانب جامعه جهانی علیه پاکستان وجود داره و دولت افغانستان باید ای فشار بشتر می ساخت او زمينه هاي خوبي را براي ازو مساحت می ساخت ك پاکستان ديگه هم در زیر فشارو خرد و خمير شوه مګر دولت افغانستان با عمل كرد هاي ك در سياست داخلي او خارجي خود انجام مته عمل را انجام مته ك فشار هاي امریکا را بر پاکستان کاهش بتا او مقاومت پاکستان در برابري امریکا بشتر وسازه مثلا درامي اواخر همي تیرگي روابط را ك بر سر داشتن رابطه حقانی با شبکه آیسای مشاهده شاهد هستیم از جانب امریکایی ها که بر پاکستان وارد میشه در همین رابطه افغانستان چی گونه عمل کرده داشته که باعث شده که پاکستانی ها دوباره موقف بلندتر در برابر امریکایی ها بدست بیاره از خاطر این برخورد افغانستان ببینید یک برخورد پاکستان در برابر امریکا است و دیگه برخورد پاکستان در برابر کابل هست این هر دو متفاوت ه و پاکستان از پر چین یا از قطع چین میخوای در برابر امریکا بازی بکنه و دوستی خود با چین بزرگ نمایی بکنه و او را متحد استراتژیک خود در برابر امریکا تلقی میکنه و بر امریکا وانمود میسازد که اگر خودت از ما می میگیری با ما اندازه که تو از ما فاصله پاسل میگیری پاسلی چین با ما کمتر میشه میشه واقعا هم امترست که چند پیش 7 میلیون میلیون yana chinaiha ba pakistan komak kardan wa dar tamam arsa komakai shan edama dara wa inja amrika ra majbur mesaza ke bar chin bogaya ke warid bazi pakistan shawa wa naguzara pakistan bishtar ba tarfi besubati mantaqa gambardara ke madi rus taqaza chunin alai chunin taqaza ra janibi amrika dar barabari chin dashtam ama dega bar khurd islamabad dar barabari kabul hast Uh, اسلام اباد فکر میکنه کی د دولت کابل شکست خورده در جنگ اسلام اباد برنده هست اوه فقط می خوای زمانه مدیریت وکنه اسلام اباد زمانه می خوای کمای وکنه و اسلام اباد به ای فکر هست کی ما په قطه 2014 وای زمانه کمای وکونیم و بعد از 2014 همه چیز از آن ما است و دولت مردای ما به وظیذې کی مطابق به منافی ملی حرکت وکنه تا حد زیاده به خاطر بقای خود abi guruhai ki dar hakimiyat hastan ami sazmanhai ki dar hakimiyat hastan ba pakistan hamsui wa hamgirai mikuna wa dar i hamsui hamgirai baqat du chize dar amal kard dawlatmardan Kabul matrah nist ki yak manafi mili mardumi afghanistan wa dega ham manafi jamee jahani hamin ja ha st ki dawlatmardan ma dar qutb digar ya dar jehat digar dar taqabul ba jamee jahani qarar mi gira یعنی پاکستانی ها با یک شکل علیه امریکا و جامعه جهانی قرار بگیره و با پر چین بازی میکنه اما کابل با یک شکل دیگر علیه امریکا و جامعه جهانی قرار میگیره اما بگیره. اوریا این کشیدگی روابط را که میان امریکا و پاکستان در این اواخر شاهد استیم و ویژه مثلا پس از ای که در ماه می گذشته اسامه بن لادن در ابتابات کشته شد در خاک پاکستان کشته شد پس از او هم به گونی فشارها را از جانب ایالات متحده آمریکا بر پاکستان شاهد بودیم و حالا که بحث شبکه حقانی مطرح است این فشارها داره بیشتر میشه و افغانستان هم رئیس جمهور کرزی هم حالا پاکستانی ها را به گونه متهم میکنه در دست داشتن به قضایای افغانستان واميګه کې فشار بشتر بر پاکستان واري چا او وا غوفتګو باید په با پاکستان صورت وګيره درين صورت فکر نه ميكنئ يک همسوي ميان افغانستان او جامعه جهاني او باوي جوړاتم د امريکا به وجود امه د اخر پاکستان او جامعه جهاني فشار وارد میکنه آ... آستا استا او آيستا ايستا پاکستان به طرف ميکشانئ کې او به د سطح منزوي شډن منزوي شډن او به سطح شوراې امنيت او به سطح سازمان ملل متحد در در, در کشور هاي لست در چې شورا هاي تروريستي باید محاسبه شوه اما دولت افغانستان برعکس جلسه در мекунам меګا کې یгона گوزینه کې بر افغانستان صلح و ثبات میرا او اسلام اباد است پس از این ما به اسلام اباد مذکرام میکنیم اینجاست کی اینا امیدهای خیالی به اسلام اباد دوخته و دریافت یعنی فکر میکنین کی یک فشار از جانب افغانستان نیست بلکه یک امتیاز است که سوی افغانستان به پاکستان داده میشود خب اما اجازه بدین یک مورد دیگر را ذکر بکنم رئیس جمهور کرزی در گفتگویشان در رابطه با ترور استاد برهان ربانی گفتند که تحقیقات ابتدایی دزگاه امنیتی افغانستان ایران نشان میده که فرد انتحار کننده مربوط به شورای کویت بوده و ما این اطلاعات را زمانی که جمعواری کردیم و تکمیل شد در اختیار پاکستان میگذاریم اگر پاکستانی ها این افراد مزدون را و کسایی که در این ترور و دایی قتل های زنجیره دست داشتن اینا را بازداشت نکردن و اینا را مجازات نکردن ما به سازمان ملل متحد و شورای امنیت شکایت خواهیم کرد خب حالا فکر نمی کنین که افغانستان هم داره همون راهی را که شما گفتین که جامعه جهانی او را دنبال میکنه در برابر پاکستان افغانستان هم به این عقیده رسید در روزهای اولی که همچه حوادث اتفاق بیفته شخصیت ملی ترور میشد دولت افغانستان خیلی گرم میباشد بل. مثلا برادر حامد کرزای ترور شد خیلی تون صحبت کرد و حال که استاد ربانی ترور شد خیلی تون صحبت میکنه کمیسون میسازه کمیسون بازی میکنه پروسه های تحقیق شروع میکنه و ما در ده سال دیدیم ده ها کمیسون ساخته شده صد ها کمیسون ساخته شده صد ها بار برای پاکستان هشدار داده شده اما با گذشت چند روز باز او دوسیه ها بسته شده او کمیسون ها به سرنوشت باقی مانده و ما باور هستیم که دو تحقیقاتی که در مورد ترور استاد ربانی میکنه بعد از مدتی بسته میشه و با پراموشی سپرده میشه و کسی بخوایا نخوایا این ترور از کویتنی بلکه از دفاتر آیسای سازماندهی شده رهبری شده امکانات و وسایل در اختیارش قرار داده شده این مثل ابتاب دروخشان هست و بارها بارها دولت اسناد در موارد مختلف با دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی پاکستان داده اونا هیچ وقت عمل مثبت و موثری را انجام نداده مگر این بار هم امطر خواهد بود بان رضایی اگر قرار باشه که بنابر گفته ای آقای اوریا فقط این موازی ای را که امروز رئیس جمهوری افغانستان دارد دوباره مثل گذشته ها یک موقف و یک موضع زودگذر باشه و یک موضع احساساتی باشه پس ما به طرف کدام راه روان خواهیم بود این که آشکار میشه که پاکستانی ها آشکارا از طالبان و گروه اقانی حمایت میکنن و اینکه رئیس جمهور افغانستان خودش اعتراف میکنه که راه را که تا حالا دنبال کردن این راه بینتیجه بوده و طالبان اختیار از خود ندارن و یا طالبان اصلا حضور ندارن پس در این وضعیت ما اگر این موقف رئیس جمهور هم و این موقف حکومت افغانستان زود گذر باشه با کدام راه ما روان خواهیم بود معلوم داره اگر این موازه من زیادتر باور به با این ندارم که دولت افغانستان چون یک سیاست تعریف شده خطوط اساسی سیاست خارجی باید در پارلمان افغانستان به تصویب برسه شما شاهد این بودین که در جریان حداقل سه سال گذشته پارلمان افغانستان بارها صدا بلند کرده که خطوط اساسی سیاست خارجی باید بیاي و در قوتوت اساسي سياسات دولت ته مجموع باید بیاي و در داخلي پرلمن افغانستان به تسويق برسه بنان وخت يک سياسات تعريف شده وجود نداره ما موافق استم کی اظهاراتی که, که در, اثر در اثر یک در اثر یک احساسات بعد از یک حادثه به وجود میا اکثرا به فراموشی سپرده شده یک واقعیته اما اگر به فراموشی سپرده شوه چی ما معلومدار مواضی کی دولت افغانستان به اساس یک سياساتي کی روزانه طرح کرده و بالاخره به اساس یک احساسات نه به اساس یک استراتیجی به او پرداخته نتیجهش ناکامی پروسه های بسیار کلان در سطح افغانستان بوده امروز هم اگر دولت افغانستان با یک موضع زودگذر و با یک احساسات برخورد کنه با قضایا بدون ارائه یک استراتژی مشخص معلومدار نتیجه از پروسه ناکامی مردم افغانستان و در نتیجه به قربانی گرفتن بیشتر مردم افغانستان خواهد بود اما چیزی را که من می‌خوام یادآوری کنم اینه که آلو وقت از رسیده که در افغانستان مثل قبلا گفته شد یک اجماع فکری بیان مردم افغانستان در رابطه با پروسه صلح به وجود بیاد دوم آمادگی یا حداقل آمادگی ذهنی که در سطح جامعه جهانی از قدرت بزرگ یا کشورهای بزرگ گرفته تا در سطح منطقه در رابطه با دست داشتن پاکستان در قضایای افغانستان وجود داره از این آمادگی دولت افغانستان باید بهترین استفاده را ببره و حرف سوم چه حرف سوم اینه که وقت زیر ما بازم تاکید که دولت افغانستان خاتمه بده به یکی با یک برخورد بسیار مخشوشگرانه در داخل نظام بپردازه و باز ببانه از قضایه کلانی که در اون منافع افغانستان و منافع نسل چی بعدی افغانستان به او گیره خورده امروزه اگر باید یک بسیار ابتدایی ببینیم وضعیت دروری دولت افغانستان رو می‌بینیم وضعیت که در پارلمان افغانستان حاکم روابط که میان حکومت و پارلمانه روابت که میان قوه مجریه و قوه قضایهه وضعیتی که در سطح کابینه افغانستان وجود داره به ای معنا که گوا تا هنوز بعد از دو سال کابینه افغانستان تکمیل نشده بناا دولت افغانستان کوشش کده که بخش کلان از انرجیره در داخله افغانستان به مصرف برسونه و از قزایای کلانی کې در مسیر در مرزهای پاکستان چی میگذره در کونر در سات ویلایات کونر افغانستان چی میگذره در ویلایات جلال آباد چی میگذره حملات موشکي کې چې بر توسط پاکستان انجام میپذیره ازې قزایو دور منده در حرف کوتا ما میخواهیم یی غبره یاداوري کوم کې دولت افغانستان وخت ازې رسیدا کې با یو دلسوزی و صداقت نسبت به نسل فعلی افغانستان و نسبت به نسل بعدی افغانستان و با یک تعریف مشخص از خطوط اساسی منافع ملی و با یک استراتژی بسیار دقیق وارد از این شوه که بیش از این مردم افغانستان قربانی قربانی خواسته های منطقی در افغانستان نشه تشکر از شما بانو رضایی بانو عزیز ما شاهد هستیم که هر گاهی که موضوع پاکستان به یک جدی از سوی جامعه جهانی مطرح شده و یا هم حکومت افغانستان که در قضای افغانستان داره مداخله میکنه در اینجا فشارهای بیشتر را هم از سوی پاکستان ما شاهد بودیم که بر افغانستان ایمال شده مثلا در آخرین مورد ما زمانی که موشک پراگنی را از داخل خاک پاکستان بر افغانستان شاهد بودیم و همچنان ما دیدیم که پاکستانی ها اعلام کردند که در 13 اکتبر کاروان های تجارتی افغانستان را که از کراچی از منطقی، از بندر کراچی میای از خاک پاکستان می‌گذرد داخل افغانستان میشه اینها را مسدود خواهند کرد رایشا و اجازه نخواهد داد ای آله های فشار را پاکستانی ها بر علیه ما داره حالا در چنین وضعیت چگونه سیاست میتونه که یک سیاست موثر باشه که ما بر بگذینیم و هم بتانیم که جانب پاکستان را وادار به بکنیم که از مداخله های خیلی تند و سریشان در داخل افغانستان بکاهه و هم بتانیم که منافع خودمان را دنبال بکنیم من فکر می کنم که حکومت افغانستان همیشه قسمی که دیده شده در قبال پاکستان یک سیاست ازرامیز داشته شما میبینین که تنها حال نیست که قطارها و مواد را که در پاکستان و قرار است که به طرف افغانستان بیا او را بلاک میکنم، مزدود میکنم، مانی ورودش میشه در گذشته هم به چنین اعمال دست ده شما امسال شاهد بودین که به هزارها موترها، اموال مال تجارتی مردم ما که میوجات و بعضی چیزها بود در سرحدات خراب شدن از بین رفت و اونا را اجازه ندادن که به داخل خاک افغانستان اتا زمانی که رئیس جمهور افغانستان مشخصا از حکومت پاکستان تقاضا کرد که باید اجازه داده شد و برشان بسیار دیر و ناوقت اجازه داد و همیشه حکومت افغانستان سیاست عذرآمیز داشته یعنی عذر که در بر پاکستان این یک سیاست قاطع نداشته در قبال پاکستان من نمیفهم که دلیل از این چی است چرا رئیس جمهور افغانستان با پاکستان همیشه عذر میکنه دوست خطاب میکنه و عکس العمل پاکستان در قبال افغانستان شما اگر... میبینید که یک عکس العمل است که اون مردم افغانستان شاهدش است یا راکت پرتاب کردن است و یا بند کردن قطارهای مالای تجارتی مردم افغانستانی به هر شکل که سر حکومت افغانستان سر مردم بلد. افغانستان فشار وارد آیا میشه. فکر میکنین که اگر سیاست حکومت افغانستان کنار بگذاره و ما کنار بگذاریم <applause> فکر میکنین که یک سیاست جایگزین میتونیم به خاطرش داشته باشیم امروز پاکستانی ها آله های فشار زیاد را مثلا دارن در اختیار که بر افغانستان را وارد میکنن مثلا در اختیار داشتن گروه های شورشی که میتونه سبب ایجاد ناامنی در داخل افغانستان شود راه های اکمالاتی را که در اختیار دارن اونا و راه های تجارتی را که اموال تجارتی افغانستان از اونجا وارد افغانستان میشن همچنین مسائل را امروز پاکستانی ها در اختیار دارند اما سیاست جایگزین که برای سیاست تزر و زاری ما داشته باشیم و سیاست را میتونیم داشته باشیم امروز در افغانستان بیشتر از 40 کشور جهان حضور دارد شما می بینید که نیروهای نظامی قوی ترین کشورهای جهان فعلا در افغانستان حضور دارند ما می توانیم که از راه های دیگه با پاکستان پیش بریم می توانیم که جامعه جهانی را متقاعد بسازیم که یگانه که منبه و ځایی چې ترورისტ در اونځه تربیه میشه، وو طرف مرزنی پاکستان است. بو کشته شیدنی اسامه در خاک پاکستان بو اسنادت و شواهدی کې از نزد انتحاریҳо در خاک افغانستان به دست اومده نشان میده کې لونهای اصلي ترورისტو در خاک پاکستان است. مو باید جامع جهانی رو به این موضوع متقید بسازیم و باید از طریق جامع جهانی بلای پاکستان فشار وارد وکونیم. از طریق ما میتونیم که برای بهتر بهتری دست پیدا بکنیم من ما فکر میکنم هر قدر که عذر کنیم عذر به جایی نمیرسه و حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با تروریسم به خاطر آوردن صلح در افغانستان باید راهکارها و طرحهای مشخص داشته باشه از جمله شناخت و تعریف مشخص از دشمنای افغانستان و داشتن برنامه ها و استراتژی های مشخصه به خاطر مبارزه با تروریسم و بسیار جدی در داخل افغانستان تامین عدالت است شما میبینید که امروز کسانی که با واسکت های انتحاری در افغانستان دستگیر میشه اونا به هر ریاست جمهوری برده میشه و برشان جایزه و توفه داده میشه ولی یک کس دیگه ای که چوپان است و در رمی خود میچرانه او را به نام از که تو به طالب نان دادی امیال 6 7 سال در زندان افتیده این چه رقم تامین عدالت است خود از این صفوف دشمن قوی میسازه خود ازی باعث از این میشه که عملیات انتحاری بیشتر صورت بگیره تشکر من فکر میکنم که یک تجدید نظر یک راهکار جدید به خاطر آوردن سال از طرف حکومت افغانستان یک استراتژی و یک برنامه تازه و نو باید روی کار گرفته شود سپاسگزارم از شما بانو عزیز آقای اوریا حالا که فشارهای را از سوی جامعه جهانی بر پاکستان ما شاهد هستیم بانو عزیز هم گفتن که این راه خوب میتونه که برای طرف افغانستان باشه که بتونه فشار بیشتر را بر پاکستان وارد کنه فکر مې ګنن کې استفادې خوب از دې میتونیم درې موقعیت داشته باشیم در صورتی کې بله دولت کُنونی ما به جای عذر پالیسی تسلیم گیرانه را در برابر اسلام اباد و تهران کنار بگذره بله نخص عرق و اتروپ ارک سالم شوه و به مدیریت مدبر مجهز شوه بعدن به جمعی جهانی هماهنگی صورت بگیره و چیزی که مهم است حل بحران ی افغانستان فقټ در نتیجه گفتگو میتونه حل شوه او جنگ راه حل بحران ی افغانستان نیس و مرجه کی یا منبعه کی یا ارګان کی میتونه در افغانستان صلح و ثبات بو وجود بیاره در افغانستان میتونه اشتی ملی را پیاده وکنه او در افغانستان میتونه گفتگو موثر را آغاز او به پایان برسانه او سازمان ملل متحد و شورا امنیتی هم اوق یو فشار خوای کی امروز از سوی ایالات متحده ای امریکا بر پاکستان ما شاهد هستیم چقدر با توجه به وابستگی هایی را که ایالات متحده امریکا به خاطر راه اکمالاتیش که بیش از 50 درصد اکمالات, و لوجستیک نیروهای مستقر امریکایی در افغانستان از خاک پاکستان صورت میگیرد و همچنان امراهی پاکستان در امر مبارزه با تروریسم با جامعه جهانی این وابستگی های ایالات متحده ای امریکا چه چقدر اجازه می به ایالات متحده ای امریکا آمریکا که فشارها را ثابت نگه داره بالای پاکستان ببینید چیزی که بسیار مهم استن بین آمریکا و پاکستان یک پیوند استراتژیک وجود داشت بل. و این پیوند استراتژیک تا به حد زیادی حال هم پابر جا هست و با این سادگی دولت مردای کابل ما نمیتونه این پیوند استراتژیک از هم بپاشانه و عمو پیوند د ستراتیژیک ک بین اسلام اباد او واشنگټن وجود درا عمو تر یو پیوند د ستراتیژیک بین کابل او واشنگټن فعلا وجود نداره و زمونه کی امریکا فشار وارد میکنه بالای پاکستان په حقیقت تاثیر او اثرګزاری پاکستانه در افغانستان ضعیف میسازا ناتوال میسازا او کاهښ میته اینجا با کابل است که با جامعه جهانی باید همگرایی بکنه جهت آشتی ملی جهت گفتگو مگر متاسفانه به واسه اینکه با جامعه جهانی همگرایی بکنه به واسه اینکه با مردم خود همگرایی بکنه با تهران و اسلام آباد سیاست و پالیسی های تسلیم را در پیش میگیره سپاسگزارم از حضور شما آقای فضل رحمان اوریا آگاه مسائل سیاسی بانو شاگل رضایی نماینده مردم در مجلس و بانو فاطمه عزیز نماینده مردم در مجلس از اینکه در بحث تشریف داشتید و سپاسگزارم از اینکه شما برنامه را تا این دم دنبال کردین تا دیدار دیگر خدا نگهدار